أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله. الحجة ابن الحسن فداها أرواح العالمين، واللعن على أعدائهم أبد العابدين ودهر الداهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا تمتع فيها طولا. در بحث ميقات که جمعش مواقیته چند تا مطلب مطرح شد. حالا هم روایات رو به تفصیل نگاه کردیم و هم فرمایشات مرحوم آیت الله خویی رو نگاه کردیم. خیلی بحث مفصلیه، ما بنامون نیست مفصلا این بحث رو بررسی بکنیم. انما الکلام چند جهت رو باید بررسی بشه. یک، به نظر میرسه اون بحث گذشتن از میقات ذوالحلیفه که همون مسجد شجره است و رسیدن به میقات جحفه که در راه مدینه است، آیا این مطلقاً جایزه یا برای مریض جایزه؟ و آیا اگر گفتیم برای مریض جایزه، مریض از باب مثاله که لذا برای هر عسر و حرج جایز باشه، حتی اگه سرما باشه که شخص مریض نباشه اذیت میشه، یا نه مختص مریضه؟ مرحوم آیت الله خویی علی الله مقامه میفرمان که ظاهر روایات بعد الحمل مطلق علی المقید اینه که برای همه جایز نیست، چون روایاتی که میفرماد اهل مدینه دو تا میقات دارن اینا مطلقه و حقم همینه. داخل همین درسته؟ نه، داخلی بعد از چیز آره، بعد از یعنی میقاته. جحفه از مکه 190 کیلومتره و مدینه از مکه 450 کیلومتره. البته الان ظاهرا راه مدینه به جحفه نمیخوره، ولی خب قبلا میخورده. حالا میخوام عرض کنم، ما بعدش هم میفرماین ما مواردی که در روایت آمده رو فقط به اون بسنده میکنم، چون خروج از اون روایاتیه که میفرماین حق نداری از میقات بگذری در حالی که احرام نبستی، ولذا میگیم فقط مرض و ضعف، این دوتا عبارت آمده، میتونی بری در جحفه احرام ببندی و جایز نیست غیر از آن. حقم همینه، اقرب به احتیاطم هست، چون که روایت که میفرماد میقات اهل مدینه جحفه و ذوالحلیفه است که همون مسجد شجره است، این واقعا تعلیمیه، یعنی کبرای کلی رو دارن میگن، همه استثناءات رو ندارن بیان میکنن. لذا ما بنابر مبنای خودمون هم اقرب اینه که این از تعلیمیات باشه و تعلیمیات قابل تخصیص هست و روایاتی که آمده و فرموده که برای مریض میتونه از جحفه بره، این مخصص اون تعلیمیات کلیه است. این مسئله بود که میخواستیم بررسی بکنیم. و اما مسئله دوم، بحث خدمت شما عرض شد به این که مکه آخه دون المیقات اگر باشه که نزدیک باشه به مکه، یعنی بعد از میقات باشه منزلش، که داره که میقاتو دویرتو اهله، یادتونه این روایت؟ بن از همونجا خارج شد، آخه بعد از میقاته، از همونجا احرام میبنده میره، لازم نیست برگرده به میقات. و نسبت به مکه چی؟ در روایت آمده الی مکه. یه عده‌ای از فقها، ظاهرا مشهور فقها، میفرمان که الی مکه شامل مکه میشه، یعنی کسایی که در مکه زندگی میکنن اینا از مکه احرام میبندن. بله؟ از خونه شون.
بله دیگه، از مکه از خونش دویره تهله شامل، چون که دویره تهله الی مکه. مرحوم آیت الله احمد خونساری فرمودن خب این خلاف ظاهر این روایات، یک دو ما روایاتی داریم که خارج میشه از مکه و اصح هم همینه اظهر به نظر ما، چون که بله روایاتی داریم که میره جعرانه و احرام میبنده. حالا جعرانه مراد خارج حرمه یا مثلا میقات دیگه ایه، خلاصه در بعضی از روایات هست که اهل مکه اونجا میرن احرام میبندن و این مطلب شاید اصح باشه وفقا للروایات. میمونه یک مطلب، حالا ببینین این روایت رو ما نوشتیم. کجا زدیم ما این آدرس روایاتشو؟ بله مکه، عنوان کلی دادیم صد. حدیث دو و سه. در تهذیب و کافیه عن ابی عبدالله علیه السلام قال المجاور به مکه اذا دخلها به عمره فی خیر اشهر الحج، یا عمره آمده عمره مفرده. اشهر الحج چیه؟ چی؟ نه شوال قعده دی حجه، این ماه مبارک رفته اونجا بعد نشسته، حالا میخواد حج انجام بده چیکار کنه؟ اذا دخل فی غیر اجهر الحج، مثلا در رجب شعبان شهر رمضان الا غیر ذلك من الاشهر الا اشهر الحج، فان اشهر الحج شوال و ذو القعده و ذو الحجه، من ده من دخل به عمره فی غیر اشهر الحج که البته احتمال میدم این کل این عبارات از چیز باشه، از شراح باشه، از حضرت نباشه. ثم اراد ان یحرم فلیخرج الی الجعرانه فيحرم منها ثم يأتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت ثم يطوف بالبيت ويصلي عند مقام إبراهيم ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينه ثم يقصر ويحل ثم يعقد التلبية يوم التروية. كنسبة بكساي كأز خارج مكة ومدينة أمدن، مثلا أز مدينة أمدن أو أز جحب أمدن، لبيك اللهم لبيك وكي قاعد ميكونن وقت بيوتات مكة رو ديدن، ولی نسبت به کسایی که اینجوری هستن وقتی که خونه خدا رو دیدن همجور دارن لبیک اللهم لبیک میگن تا وقتی که خونه خدا رو، که معلوم بشه این دوتا، این اهل مکه است اون خارج مکه است، این حالا چه حکمتی داره بحثای دیگه هست. در مقنعم یاد کرده از حضرت صادق یم بغیل المجاور صلوات الله سلام علیه، یم بغیل المجاور به مکه اذا کان سرورتن، یعنی حج واجب، سروره حج واجبه معناش، یادتونه دیگه از لمعه، و اراد الحج ان یخرج الى خارج الحرم فیحرم من اول یوم من العشر، خارج از حرم بره. اینم یه حدیث 103 حدیث 7. باز تهذیب و کافی عن حدیث عمن اخبره عن ابی جعفر علیه السلام قال من دخل مکه بحجه عن غیره ثم اقام سنه فهو مکی فإن أراد أن يخرج أن يحج عن نفسه أو أراد أن يعتمر بعد من صرف من عرفة فليس له أن يحرم بمكة ولكن يخرج إلى الوقت، يعني إلى الميقات، وكلما حول رجع إلى الوقت. پس ما روایت داریم همون گونه که مرحوم آیت الله احمد خونساری بدان اشاره کردن. پس با وجود این روایات ما بخوایم بگیم که دون المیقات الى مکه، ترجمه فرمایید، این دیگه یه مقداری مشکل بگیم که مکه هم از
اهل مکه هم از مکه احرام ببند جویرت اهله. یه بحث دیگه مطرح میکنه مرحوم آقای خویی، میگن بعضی آمدن گفتن اگه دون میقات بود، آمدن فرمودن که اگر نزدیکتر بود مکه از دویرت اهله، اگر نزدیکتر بود به میقات برمیگرده به میقات. آقای خویی میفرمه باید ظاهر روایات رو بررسی کنیم که اگر عبور کردن میقات حتی اگر 1 کیلومتر باشه لازم نیست برگرده، باید چی باشه؟ چکار بکنه؟ آره از دویرت اهله. درسته که یک کسی که خودش داخل مکه از بره از جعرانه یا همون از میقات احرام ببنده، ولی کسی که خونش اطراف مکه از دویرت اهله احرام ببنده؟ بله. خب که اولاست که بخواد از منزلش چیز کنه. حتنی بالقیاس و سنتو انقیست محقتی. منتظر بودم اینو بگی که از این روایت استفاده کنم. خب اون روایت چی بود؟ اون باب نداره؟ باب خاص داشته مثل که واسه اون روایت باید دیده بشه که در دویرت اهله اون در بیارن دویرت اهله، روایت دویرت اهله رو. اذا کنه منزله دون المیقات الى مکه فلیحرم من دویرت اهله. این تهذیب آورده. خب در خدمت شما عرض کنم که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم دی کن. خیلی همین خوبه، ظاهر همینه. دویرت اهل بگذره از میقات لازم نیست نزدیکتر، حتی لازم نیست نزدیکتر به مکه باشه، مطلقنه دیگه. اونجور الان به ذهن میرسه مطلقه. یه بحث بود که میخواستم مطرح کنم. یه بحث دیگه که میخواستم مطرح بکنم در بحث مواقیت، اون بحث محاذات، محاذات مسجد شجره. مشهور بنابر فرمایش محقق یزدی در عروه میفرمان که احرام از محاذی میقات مختص به مسجد شجره نیست. مرحوم آیت الله خویی میفرماین ما نمیتونیم تعدی کنیم از نص، نص فقط مسجد شجره رو فرموده و فرموده 6 میل که میفرمان باید محاذی باشه به جوری که اگر زمین مسطح باشه بتونی ببینی میقات رو. حالا 8 میل هم باشه خواهی بحث دیگه است. ما نمیتونیم خارج از نص بشیم. میگن شاید یک خصوصیتی باشه، میگن خصوصیت نداره، میگن شاید یک خصوصیتی باشه، میگن یک روایتی داریم خصوصیت داره اینجا مسجد شجره. که چیه خصوصیتش؟ میگه شما میتونی احرام رو در مسجد ببندی، تلبیه رو در بیدا بگی. البته احرام منعقد نمیشه مگر با تلبیه، ولی مثلا تلبیه های استحبابی ظاهرا اینه دیگه، تو بیدا دیگه چیزی نگی، بیای در بیدا یعنی در صحرا و تلبیه رو بگی. ولی به نظر من خصوصیتش این نیست، خصوصیتش در یک روایتی آمد که ما این رو دیدیم، حدیث 21 از صفحه 86 جلد 13 جامع احادیث شیعه. خصوصیتش اینه در علل، قلت لأبي عبد الله عليه السلام لأي علة أحرم رسول الله من مسجد الشجرة ولم يحرم من موضع دونه، قال لأنه لما أسري به إلى السماء وصار بحذاء الشجرة وكانت الملائكة تأتي البيت المعمور بحذاء المواضع التي هي مواقيت سوى الشجرة، فلما كان في الموضع الذي بحذاء الشجرة نودي يا محمد قال لبيك، قال لم أجدك يتيما فآويت ووجدتك ضالا فهديت، فقال النبي إن الحمد صلى الله عليه وآله إن الحمد والنعمة لك والملك، إن الحمد والنعمة لك والملك لك والملك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلها. پس شجره چون که به حذائش تا
تو آسمان این بوده و لذا شاید به حدا مسجد شجر پایینم باشی میتونی احرام ببندی. توجه فرمودین؟ خصوصیت هست، فرمایش محقق و خویی رو قبول میکنیم. آره، نه به دلیلی که ایشون فرمودن، شون احتمال میدن، ولی این اصرحه به خصوصیته. ما هم احتمال میگیم ولی اصرحه. این هم یه مسئله که میخواستم نسبت به میقات مطرح کنیم. مسئله دیگر بحث نذره، که اگه شخصی نذر کرد که قبل از میقات احرام ببنده، که روایت داریم از کوفه یا از خراسان هر دوش روایت هست، نذر بکنه میقات ببنده، میگن جایزه، فلیفی به نذره. یک کسی نذر کرد شکر الله ان یحرم من الکوفه، حضرت فرمون فلیفی به نذره. وقت میان بحث میکنن محققی از دی و غیره، میگن مگه نذر نباید راجح باشه؟ بله نذر باید راجح باشه. میگن خب اینجا منظور مخالف روایاته، چون که روایات میفرماید قبل از احرام، قبل از خدمت شما ارشد به این که میقات چیه؟ که صلات قبل الوقته. پس چجوری میان؟ خلا یک تصحیح هایی برای خودشون بیان میکنن آقایون فقها، که بعضی میان اشکال میگیرن که یستلزم الدور و این حرفا. ما مشکلی نداریم، مرحوم آیت الله خویی هم میفرمان مشکلی ندارن، میگن چون که اون قاعده ای که میفرماد باید متعلق نظر راجح باشه، این قاعده روایی که نیست، که در روایات استنباط فقها هست، ولی ما تخصیص میزنیم این قاعده رو، کاری نداره به این روایاتی که داره میگه میشه، ولی این روایت داره میگه نظر قبل ها، ولی نظر بعد از میقات رو مثل جده که بعد از عبور از میقاته، یه مقداری دیگه آقایون فقها بعضیشون اشکال میدونن و به نظرم میرسه که اشکال داره، چون داری آسون تر میگیری. اون سختتر داره میگیره به خودش. مضافاً بر اینکه اون روایاتی که میگه که شما حق نداری از میقات بگذری مگه اینکه احرام بسته بودی، داری نقض میکنی. ولی این مقداری خود مشکله، مثل که حاج آقا دایی مونم اشکال میدونن این مسئله رو. ما هم نرا فی ذلک بأسا والله العالم. این بحثایی که نسبت به مواقیت میخواستیم مطرح بکنیم و البته گفتم بحث خیلی مفصل، بحثای مواقیت بخواستم بحث کامل بکنیم ده روز، ولی اون نمونه هاشو میخواستیم بررسی بکنیم و بیان بکنیم. صلی اللهم علی محمد و آله الطاهرین.